ماهان غفاری، محقق همگیری شناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد از شهر آکسفورد با ما. آقای غفاری، بالاخره که نمیشه همه ایرانی‌ها برن در مرز ارمنستان و اونجا واکسن بزنن، چه اتفاقی باید در ایران بیفته؟ آیا بعد امیدمون به کوواکس باشه، امیدمون به واکسن‌های تولید داخل باشه که بالاخره اونقدر تولید و توزیع خواهند شد که همه واکسینه بشن؟ کی ایرانی‌ها میتونن به زندگی عادی برگردن؟ واقعا این برمیگرده به اینکه ما چقدر قصد داریم و چقدر برنامه‌ریزی شده برای اینکه واکسن وارد بکنیم و واکسن تولید بکنیم. خب اگر به روندی که گزارش شده این اخبار در ایران نگاه بکنیم، هر ماه وعده‌هایی داده شده و بعد تکذیب شده یا بعد اصلاح شده و هیچ وقت محقق نشده. یعنی آخرینش رو بگیریم همین بود که وزیر بهداشت گفت از اوایل همین هفته در واقع قرار هست روزی 400 هزار دوز واکسن زده بشه که باز محقق نشده. یعنی دیروز بودن 100 هزار دوز بود، الان شاید امروز شاید حدوداً 200 هزار دوز متوسط داره زده میشه، که خب طبعا خیلی بهتر از روندی که هفته های پیش ما داشتیم که شاید متوسط 30 روزمون به 10 هزار دوز در روز میرسید که فوق العاده آمار پایینیه، اما باز هم بسیار از اون فاصله داریم. به نظر میاد اون چه که احتمالاً قرار هست رخ بده همین هستش که ما باید امیدوار بشیم از طریق کوواکس، هر چه که به پایان 2021 نزدیک‌تر میشیم، واکسن های اهدایی از کشورهای مختلف به ایران هم سرریز بشه. اما خیلی دور هست، ما بارها با هم صحبت کردیم راجع به این قضیه که ما در حین این قضیه کرونا وای نمیسته و ما آسیب پذیر هستیم به موجهای بیماری. الان کل دنیا داره دلتا رو تجربه میکنه، ورینتی که خب میدونیم سرایت پذیری بیشتری داره از گونه اصلی ویروس و حتی گونه آلفا که ابتدا در بریتانیا بود. اما کشورهای اروپایی الان به طور متوسط 55 تا 70 درصد جمعیتشون حداقل یه دوز زدن. یعنی اونها دلتا رو طوری که ایران داره تجربه میکنه قطعا تجربه نمیکنن، بار فوت بسیار پایین دارن. اما برای ایران عملا انگار که ما هنوز در واقع داریم برای اولین بار بیمار میشیم، به خاطر اینکه هنوز واکسیناسیونمون ضعیفه و میدونیم این وریانت هم میتونه افرادی که قبلا کرونا گرفتن رو اتفاقا به همین وریانت دلتا یا نسخه دلتا اشاره کردی. همین کمی پیشتر آقای تدروس اتانام که تصاویر زندهش رو هم داریم از ژنو میبینیم، گفته که الان در حدود 140 کشور دنیا ویروس غالب همین نسخه دلتا هست و گفته که مواردی بوده که کسانی که واکسن زدن هم دوباره به کرونا مبتلا شدن، هرچند اونایی که واکسن زدن دیگه عواقب جدی نداشتن. چقدر این قابل در واقع توجه هستش که حتی کسانی که واکسن زدن هم ممکنه این نسخه دلتا رو دوباره بگیرن؟ خیلی سوال خوبیه. الان خیلی توجهات شاید به اسرائیل میره، کشوری که خب واکسیناسیون خیلی خوبی داشته، ولی اما تقریبا الان داره 6 ماهی میگذره از اینکه افراد جامعهش رو در واقع آخرین دوز واکسنی خودشون رو گرفتن و به نظر میاد شواهد اولیه نشون میده که شاید در واقع به خاطر افت تیتر آنتیبادی های خنثی کننده برای مقابله با ویروس احتمال اینکه اون افراد دوباره مبتلا بشن هست. هنوز تحقیقات راجع به این کامل نشده، برای من همینم من دوست دارم که با احتیاط راجع به این موضوع صحبت کنم، اما مسئله واکسن های بوستر و تقویتی برای همین مطرحه. ولی به این حال همونطور که در گزارشت من به درستی گفتید، ما یک توازن خیلی ناعادلانه رو داریم در توزیع واکسن. بر شاید اولویت به جای اینکه به بوستر بره، دوز تقویتی بره. آژانس های داروی اروپا FDA و همینطور سازمان بهداشت جهانی کماکان ترجیحشون بر این هستش که ما حداقل به جمعیت مسن یک دوز واکسن رو بزنیم در سراسر دنیا و حداقل بار فوت رو کم کنیم. اما نگرانی اصلی همین است، ما شاید به خاطر این وریانت دلتا کار خیلی پیچیده تری داشته باشیم برای اینکه به اون حد ایمنی بشیم. یعنی کاورج واکسنی که شما برای ایران گفتید شاید 70 درصد خوب باشیم، با فرض اینه که واکسنمون خیلی خیلی خوب کار کنن، واکسنای ویروس کشته شده که ایران داره استفاده میکنه، شاید تحقیقات روش کمتر باشه روی وریانت دلتا. به نظر میاد ما خیلی بیشتر از 70 درصد رو حتی شاید نیاز باشه واکسینه بکنیم تا به اون حد دلخواه ایمنی جمعی برسیم که ویروس و اپیدمی رو بتونه در یک منطقه کنترل بکنه.